آقا مطمئن باشین من کارامو درست انجام دادم. پس چرا خبری نشده؟ خب خوم رنگ رزی که نیست، بعد یکم صبر کنیم. یکی قطعه رو بفرستم برای تست، بعد میفهمم مشکل داره همه رو مرجوع میکنم. آقا ببخشید این بقیه پول ما رو کی میدین؟ گفتی کارت دارم، این بود کارت؟ چاره نداشتم، پول لازم بودم، گفتم بگم بهتون. قرارمون این بود وقتی قطعه ها برگشت کارخونه بقیه پولتو بگیری. آقا ببخشید، شما مگه خودتون جز سهامدارای کارخونه نیستین؟ خب اگه قطعه رو مرجوع کنن سهام کارخونه افت میکنه، شما هم ضرر میکنی. میدونی چرا داری اینقدر پول میگیری؟ تو فقط پول نمیگیری که چند تا نقشه رو دستکاری کنی، میگیری که نه دهنت باز بشه، نه کنجکاوی کنی، نه حتی با سایه درباره این موضوع حرف بزنی. میفهمی چی میگم؟ بله. ببخشید من مرخصی ساعتی گرفتم، دیگه باید برگرد. ببخشید. خبر؟ 50,000 تای دوم تا فراز را آماده است. نمی کسری چیزی که نداریم؟ نه خدا رو شکر، مواد اولیه منزی کافی داریم، دستگاه هم که همه سالمه. اوه الحمدلله الحمدلله. هرچی زنگ زدم موبایلت رو جواب ندادی. موضوع مهمی پیش اومده، باید با خودتون بگم. چی شده؟ چه جوری بگم؟ همه 50,000 قطعه تولیدی رو مرجوع کردم به کارخونه. چی؟ امکان نداره. آقا والا به خدا من خودم هم نمیدونم چه اتفاقی افتاده. این قطعات تو تولید آزمایشی همه تستاشون مثبت بوده، حتی مهندسای خودتونم تایید کردن. نمونه‌ها که مشکل نداشتن آقا، تو تولید انبوه که به مشکل خوردیم. قطعات هیچ کدوم استاندارد نیستن. آقای مهندس، آقای تابش شرکت مگاموتور رو کارخونه شما برای تولید قطعات حساب کرده بود. ما داریم تمام سعیمون رو می‌کنیم که یه موتور خودروی ایرانی با استانداردهای روز دنیا تولید کنیم. ای بابا اون وقت شما اینجوری پوست خربوزه میندازین زیر پای ما؟ پوست خربوزه کدومه آقای مهندس؟ شما مطمئن باشید من علت نقص این قطعه رو پیدا میکنم. مطمئن باشید. بله پیدا کنید آقا، حتما این کارو بکنید، اما دیگه رو کمک و سفارش من هیچ حسابی نکنید. آقای مهندس حمید. بله آقا. مهندس حبیبی کجا رفت؟ از اون بر رفتن آقا. اینجا چه خبره مهندس؟ این قطعه چرا برگشت خوردن؟ ها؟ من خودم هم هنوز نمیدونم آقای تابش. یعنی چی هنوز نمیدونی؟ مگه این قطعه عین نمونه های آزمایشی ساخته نشدن؟ بله منم تعجبم از همینه، این قطعه دقیقا عین نمونه های آزمایشی ساخته شده. ممکنه موقع تولید انبوه اعداد و ارقام رو درست وارد دستگاه نکرده باشه. امکان نداره مهندس، من به عزت هزار با این اعداد و ارقام هم چک کردیم. خب تو یه چیزی بگو. نمیدونم واقعا، منم گیج شدم. بس دیگه بابا، همه اینا بیفایده است. نتیجه اعتماد من به شما شد بی‌آبرویی، شدیم نقل مجلس کارخونه دارا، انگشت‌نمای وزارت خونه. ببین آقا، آقای مهندس، باید در اینجا رو گل بگیرم، با این قطعه های نوبرونه شما باش آفتاب لگن بسازم.
فهمیدی؟ خوب گوش کن، میخوام فردا صبح اول وقت گزارش این جندی رو که بالا آوردین رو میزم باشه. وای به روزتون اگر به ام ثابت بشه که قرض و مرضی تو کارتون بوده، اون وقته که باید از ترس من به عذاب خدا پناه ببریم. یادتون باشه. ازتون ناراضیه، خوب حواستون رو جمع کنید. اگه این بار بخواین زیرا ببرین اون روی آقا رو میبینه، چیزی که زیاد راننده. غلط کردیم آقا، همون یه بارش برای هفت پشتمون بس بود. آقا پاسپورت همون چی میشه پس؟ این جوجه خروس هر کدوم مرغدونی پیدا کردی اصلا؟ آقا نوکر شماست، پسرمه. بهش یاد ندی اگه بیجا بخواد قدقد بکنه عاقبتش چی میشه؟ غلط کرد آقا. پاسپورتاتون دست آقاست، سفر خارجم فعلا براتون ممنوع، به خودش تصمیم بگیره. خدا سایه‌شون از سر ما کم نکنه آقا. برین خدا رو شکر کنین آقا دلرحمه. اگه به من بود میبستمتون به ترانزیت، از اینجا تا خود فرانکفورت خرکشتون میکردم. برو درو دکونی واسه خودت وا کردی خسرو، شدی تونل وحشت شرکت آقا. نشنیدی عاقبت قدقد بی محل چی میشه؟ تونل وحشت واسه ترسوندن بچه‌هاست خسرو خان. حسش چیه بابا دل نازک شدی؟ شوخی کردن. برو به همقد قواره خودت شوخی کن. چشم، هرچی شما دستور بفرمایید خسرو خان. الان برو رد کارت، آقا جلسه داره. بله خسرو، اگه منصور اومده بگو بیا تو اتاقم. چشم قربان. بیا آقا با من جلسه دارم. خسرو جان بی زحمت دو تا نسکافه برای من و آقا بیار داخل. مشتلق میخوام آقا، کارخونه داره با سر میخوره زمین. از سر شکستگیش چیزی نشنیدم. همین یه ساعت پیش داشتم با پسره حرف میزدم، شک نداشت که کارشو درست انجام داده. تا قطعه های کارخونه برگشت نخوره حرفای این پسر باد هواست. اگه کارشو درست انجام نداده باشه که پوستشو میکنم. این کارو که قرار من با تو بکنم. خودش آقا. الو سلام، چه خبر؟ آقا نیستی ببینی تو کارخونه چه ولوله‌ای به پا شده. ولوله برای چی؟ من گفتم نگران نباشین، همه قطعا مرجو شد. واقعا؟ آره، یه 5000 تایی هم که تازه تولید شده هنوز نرفته بیرون، اونا هم به هیچ دردی نمیخوره. خیلی خوب باشه، ببین اگه باز خبری شد یه تماس بگیر، فقط مواظب باش سوتی موتی ندی به وقت. نه آقا خیالتون راحت، فقط چی؟ بقیه حساب ما رو کی تصفیه میکنی؟ باشه با تماس میگیرم شب، قرار میذاریم. خداحافظ. یکی دو ساعت دیگه زنگ بزن به بچه ها بریزین تو کارخونه که مثلا متوجه شدین چه گندی زده شده. چشم آقا. باشه زن.
روزگارش رو سیاه میکنم ماما. یه کاری میکنم که خودش و بچه هاش آرزوی مرگ بکنه. آقا مهمون داریم. چی شده اما؟ چیزی نیستم. این چه برای زنت مانده؟ یه زخم کهنه است، ناز شست رفقای قدیم. کی این کار کرده؟ صمد اومده بود سراغم. صمد سیاه‌رودی؟ مگه زنده است؟ درست وقتی رستم جلو شرکت صمد مثل آوار رو سرم خراب شد. کاری از دستم بره. صمد منو برداشت برد بیابونای اطراف شهر، سر یه قبری که قبلا برام کنده بود. داشتم زهره ترک میشدم. درست وقتی که داشت زنده به گورم میکرد تونستم براش تعریف کنم که قضیه مجسمه تابش چی بوده. باور کرد؟ نه اونقدر که ولم کنم، اما بعد از اینکه کارخونه تابشو بهش نشون دادم منو خرکش کرد بود تو زیرزمینه یه خونه باغ مخروبه. کجا بود؟ طرف های شهریار. دست و پامو بست، گفت تا وقتی که کارش با تابش تموم شه باید من همونجا بمونم. از نقشش چیزی نفهمیدین؟ چی تو سرش بود؟ صمد که نقشه پخشه حالش نیست، اون فقط تیزی چاقو رو میفهمه. پس با این اوصاف الان تابش باید توی سردخونه باشه. اگه نیست معنیش اینه که صمد به اندازه کافی احتیاط نکرده. شما آخرین بار کی صمد رو دیدی؟ دو روز بعدش اومد سراغم. داشتم از گشنگی و تشنگی تلف می‌شدم. مثل گرگ زخم خورده بود. از بعد بیراهاش فهمیدم که تابش یه ناز شستی بهش نشون داده. بعدش گفت میخواد پا بذاره رو خرخره تابش با تهدید دختراش. بهش گفتم این کارو نکن، کفدار پیرم که باشه بازم کفداره. اما گوش نکرد و رفت، دیگه هم بر نگشت. یعنی شما فهم کنین تابش سر صمد زیر آب کرده؟ تو جور دیگه فکر میکنین؟ شما چجوری نجات پیدا کردین؟ انقدر داد کشیدم که هنجرم خون افتاد، اما هیچ خبری نشد. انگار خاک مرده پاشیده بودم. گفتم اونجا خونه آخرم، همونجا میمیرم. تا اینکه امروز صبح یه ماشین اون نزدیکی رو گرداشت. با تهمونده جونم داد کشیدم، کمک خواستم، تا اومدن رو نجاتم دادم. یعنی تا بهش سر صمد رو زیر آب کرده؟ شما عکس از صمد دارین؟ عکس که نه، ولی میتونم برات گیر بیارم. مهم نیست. ویلچرتون چی شده؟ ویلچرم هم که درب و داغونش کرد. این هم اونایی که من نجات دادن از تو خنزر پنزرهای باغ در آوردن رو بهم دادن. یه نوشو براتون میخرم. خسرو منصور رو برام بگی. من باید برم کارخونه همون. به خسرو میگم برسونت. ممنون. منصور من دارم میام کارخونه، شما آماده این؟ فقط خیلی زیاده روی نکنین دیگه، مثل همیشه.
بابا. چی؟ بهار نارنجی. میخوایم بریم خونه؟ امروز خیلی اذیت شدی. نه میخوام بمونم. میخوام بمونم تا بفهمم کی میخواد آب رو اعتبار من رو لجن مار کنه. آقای دابش، آقای پویا آمدن. بهش بگو بیاد. لطفا بیان داخل. سلام. سلام. تا شنیدم خودم رو رسوندم. چطوری؟ چند تا خط برگشت خورده؟ همش. همش؟ نمونه های آزمایشگاهی که همه سالم بودن؟ نمیدونم این وسط داره چه اتفاقی میفته. حبیبی کجاست؟ اون چی میگه؟ هنوز کسی چیزی نمیدونه. اونم داره علت اتفاق رو بررسی میکنه. حال چرا یه کسی باید این کار رو بکنه؟ شاید مشکل خود حبیبیه. تو محاسباتش اشتباه کرده، داره لاپوشونی میکنه. فعلا منتظر گزارششم. اما خدا نکنه این چیزی که تو میگی درست باشه. یه کاری میکنم که بذار از این مملکت در. سهامدارا از این قضیه با خبرن؟ جلسه کدومه خانم؟ بگو یه جواب ما رو بده. مثل اینکه ما هر دفعه میایم اینجا با زبون خوش از شما میخوایم، شما حالید نی. حالا که آقا از سر جلسهش نمیاد بیرون، ما میریم تو جلسه. کجا آقا؟ به به، مثل اینکه گربه صفتا بوی کباب بهشون خورده که اینجوری بی سر و پا راه افتادن اومدن خودشون رو برسونن به مرکه. نه البته بلا نسبت گربه، چون حتی اگه گربه هم بود تا حالا نمکگیر شده بود و حق نمک ادا میکرد. بس دیگه آقا، هرچی ما یه حرمت نگه میداریم و کوتاه میایم، شما بدتر از فحش نثارمون میکنیم. چقدرم شما غیرت فحش شنفتن و فحش نشنفتن دارین. ببین اگه تو حق نمک و حرمت سرت میشد، اینا رو جمع نمی کرده بیاری اینجا معرکه را بندازیم. کدوم نمک؟ منت چی رو سرمو میذاری؟ اون کارخونه، کارخونه ای که خشت خشتش رو خودم رو هم گذاشتم، از سر اجبار سهامش رو فروختم به شما. پولشو دادیم، مفتی که ندادی. بگر صدتا پولشو اگه از راه درست به دست آورده بودی میفهمیدی که این کار چقدر سخته. مرد میخواد که زیر بار این کار کمر تا نکنه. کار دیگه، سود داره ضررم داره. نمیشه که سود که داشت دستتو بکنی تو سفره، ضرر که اومد بزنی زیر کاسه کوزه. روزه نخون آقا، بگو چرا همه قطعه برگشت خورده؟ نقص فنی داشته، گفتم بررسی کنن دوباره بزنن. همین کرامات شیخ ما رو باش، غیب میگه. خبر شعبده کاری همه جا پیچیده. قیمت سهام کارخونه سقوط کرده. اگه عرضه‌شو نداری بکش کنار، یکی با عرضه ترش بیاد. راست میگه. اگه نه ما خودمون میذاریمت کنار. اونم از راه قانونی. خجالت بکشید. بلش کنید. بلش کنید. اینا دستشون توی کاسه است. به وقتش حساب جفتشون رو میرسیم. بیا بریم تو. خوبی؟ آره. صبر کن یه دقیقه، بذار من این پروفیل های دودو چک کنم، بعد سنسور دور رو میبینی. سلام. سلام. آوردی چون؟ آره. این نمونه آزمایشیه، این هم نمونه تولید عمو. میخوای چیکار کنی مهندس؟ میخوام این دوتا نمونه رو با هم مقایسه کنم، فقط اینجوری میتونم بفهمم نتیجه چی بوده. نتیجهش که مشخصه، قطعا تفاوت توی اعداد و ارقام، این هم یعنی تفاوت توی نقشه. دقیقا. مهندس
مهندس معنی این تفاوت چیه؟ معنیش اینه که یکی نقشه رو دستکاری کرده. مگه کسی غیر از شما دسترسی داشته به این سیستم؟ ظاهرا داشته، من خبر نداشتم. به کسی هم شک داری؟ هنوز نه، اما وقتی مطمئن بشم کیه بعد جوری رسواش میکنم. دستگاه روشن کن مهندس. هر روز تمام بدبختی هایی که بعد مرگ پدرم کشیدم و مرور میکنم. مادرم میگفت جلال تابش باید تقاص پس بده، اون با دزدیدن مجسمه زندگی ما رو به خاک سیاه نشوند. من به مادرم قول دادم تقاص بگیرم. همه یه این سال هم جون کندم تا خودم رسوندم به جلال تابش. خیلی به تابش نزدیک شدیم عمر رضا، خیلی. تو این کار من همونطور که قول دادم پا به فات اومدم، اما حالا دیگه پیر شدم. پیری هم آدمو ترسو میکنه. تابشم پیر شده، امروز ترسو تو چشاش دیدم. از آدم ترسو بیشتر واسه بترسی، چون ممکن از ترسش خیلی کارهای خطرناک بکنه. اون هر کاری که دلش میخواست با زندگی من کرده. پدرمو ازم گرفت، داییمو، مادرم از قصه اونو دخ کرد و مرد. خواهرم دیگه تحمل زندگی کردن اینجا رو نداشت. حالا نوبت منه، یه کاری میکنم همه شون آرزوی مرگ کنم. کی اومدی؟ سلام. بیا اینجا. چه خبر؟ اینا رو ببین، این نقشه نمونه تولید شده است، این هم نقشه نمونه آزمایشیه. این فرمولا هم من روی قطعه آزمایشی به دست آوردم. میدونی به چی رسیدم؟ کار تو بود نه؟ چی میگی؟ خوب میدونی چی دارم بهت میگم. چرت نگو حامد، وقتی من رمز کامپیوتر تو ندارم چجوری میتونم نقشه رو تغییر داده باشم؟ ما چند سال داریم با هم کار میکنیم، فقط تو میدونستی من برای رمز گذاشتن رو هر چیزی از دو سری رقم بیشتر استفاده نمیکنم. تو داری به من تهمت میزنی، میفهمی چی میگی؟ چند سال من دارم پای تو کار میکنم، تو بودی بهم پیشنهاد دادی این تر با قیمت بالاتر به یکی دیگه بفروشی. بدبخت، دلم میخواست بیشتر سود کنی، همین. یعنی تو اصلا به فکر سود خودت نبودی؟ نه بودم، ولی ارائه درستش. برو بچه جون، برو تحقیق کن با اینکه کامپیوتر تو هک کرده داره نقشه رو تغییر میده. تو مجبور نشی همه چی رو اندازه گردن. رمز کامپیوتر مهم نیست، فقط تو اندازه من از این پروژه خبر داشتی. فقط تو میتونی شوهای منفی رو جوری عوض کنی که قطعه موقع تولید چه کافه. داد نزن!
گن زدی میخوای بندازی گردن من؟ فکر اینجاشو نکرده بودی نه؟ اون عددا رو جوری عوض کردی که قطع موقع تولید عیب و نقص پیدا نکنه، فقط موقعی تست خودش نشون بده. خیلی حالت بده، برو دکتر. خفه شو، خفه شو عوضی. میکشم به این مدرکی بده. گن زده میخواد بندازی گردن یکی دیگه. آره ثابت کن. ببین اگه این کارو نکنی من ثابت میکنم. وقت اون منو. آروم باش، ایبی نداره. درست میشه. موقع دعوا تابش هم اونجا بوده؟ نه آقا، تا رفته تو اتاق حامد بهش گیر داده با هم گلاویز شدن. الان تکلیف چیه؟ زنگ بزن بهش بگو نره از کارخونه بیرون، بره بدتره. چشم آقا. گند نزنه منصور، آدم مطمئنیه؟ خیالتون تخ، میگه حامد میخواسته بلوف بزنه. من باید برم کارخونه. از سمت چه خبر؟ ردشو پیدا کردی؟ از بچه های نگهبانی پرسیدم، میگن از اون روز به بعد دیگه ندیدنش. آقا میگم این بابا با این سابقه زندانی که داره شاید دشمن قدیمی چیزی داره، اونا سر به نیستش کرده باشن. شاید اصلا کار تابش نباشه. مطمئنم که کار بهزاده، فقط اون اندازه من به این پروژه اشراف داشت، فقط اون میدونست که من چه کارایی کردم و چجوری میتونه کار منو خراب کنه. آخه چرا بهزاد باید این کارو بکنه؟ نمیدونم، شاید به خاطر پول. پول؟ بهزاد یه بار به من پیشنهاد داد این طرح رو از کارخونه شما ببرم بیرون و به یکی دیگه با قیمت بالاتر بفروشم. کی؟ چیزی به من نگفت، ولی حدس میزنم با یکی از این دلالا در ارتباط بوده. به پلیس معرفش کنیم، مقصر باشه مقر میاد. تو فعلا هیچ کاری با بهزاد نداشته باش، نه بهش زنگ بزن نه تلفنش رو جواب بده، نه باید احساس خطر کنه و فراریشه. میخواییم باش چیکار کنیم؟ اگه بهزاد مقصر باشه، مهمتر از اقرارش اینه که بفهمیم برای کی کار میکنه. بله آقا. همین الان زنگ میزنی به این پسره بهزاد باش قرار میذاری برای امشب. چیزی شده؟ احمق نادون لو رفته. اگه خودش هم نخواد حرف بزنه پلیس از زیر زبونش میکشه بیرون. تکلیفشو یه سره کن بفرستش بره اون طرف. چشم آقا چشم. خیلی سریع و بی سر و صدا باید باشه. ببینین اگه بیفته دست پلیس یه کاری از دست ما ساخته نیستا. با نبودن بهزاد حامده که مقصر شناخته میشه. یعنی الان اگه حامد مقصر شناخته بشه حله؟ کاری که بهت گفتم رو انجام بده. خیالتون راحت، خودم همه چی رو ردیف میکنم بعد خبرش رو بهتون میدم. سلام. سلام. هیچ معلومه کجایی از دیشب تا حالا موبایلت هم خاموش کردی؟ نگران شدم. شارژم تموم شده بود. فکر نمی‌کنی یه چیزی رو فراموش کردی؟ چرا؟ قرار دیشبم.
باور کن یه اتفاقاتی افتاد که مجبور شدم تمام شب تو کارخونه بمونم. چه اتفاقی؟ فرمایش. سلام علیکم. نوزر عشقی هم پنبه منو فرستاده. باش تا قبل ساعت 8 میاری جایی که آدرسشو بهت میدم. حالا چرا میخوای پولتو بریزی پایین قوطی کبریت؟ این همه ماشین مدل بالا اینجاست. تو پولتو بگی کاری به این کارا نداشته باش. پولمو که میگیرم داداشی، ولی نه 3 چوب، الان دیگه 6 چوب میگیرم. پنبه نگفته بود دو دری؟ آره دو درم وقتی با هم تو خیابون قرار میذارم، وقتی اسم آدرس طرفمو نمیدونم، وقتی طرفم کلی پول بابت دوزی یه ابو قرازه میخواد بده. پس یعنی قضیه بوداره. برای کار بودارم زیر 6 چوب نمیگیرم. البته قیمت هم پا به پای تورم به روز عوض میشه. بیا آدرس جاییه که باید ماشین رو تحویل بدی. تحویل که دادی پولت هم میگیری. اون وقت چقدر؟ من 5 شوخ بیشتر نمیتونم بدم. نمیتونیم برم سراغ یکی دیگه. میدونم بهت بگم برو جایی دیگه نمیری، همون 6 چوبو بهم میدی. ولی خب بابای خدا بیامرزم میگم همیشه سعی کن با مشتری را بیاری. سلام آقای مهندس. آره جوون. هستی مهندس؟ میری اون بر یه وقت ما رو یادت نره. پس تو خودت با پای خودت میخوای بری. آخه ما میخواستیم بفرستیمت بری اون بر. فقط کافیه که بیای این بر خیابون، من منتظرتم. ببینم ات بهت میگم چجوری. سمت راستت نگاه کن.
چی شد منصور؟ قرار گذاشتی باهاش؟ اونطور که خواسته بودی تمیز و بی سر صدا انجام شد. چی داری میگی تو؟ هیچی آقا، دستور شما اجرا شد، فرستادمش اون ور. کدوم ور؟ همون ور دیگه آقا. مرتیکه اولاغ میگم کدوم ور؟ فرستادمش اون دنیا. من با یه قاچاقچی هماهنگ کرده بودم بهزاد و بی سر و صدا بفرستنش اونور مرز، اما تو خون ریختی. تو چه خبر؟ لازم نیست فیلم ها رو بررسی کنی، کار خودشه. فهمیدم کسی که زده به بهزاد جمشیدی همکارش بوده. سلام آقا، از دایره جنایی اومدن شما رو ببینن. دایره جنایی؟ ایشون مظنون اقدام به قتل، به او دست بمیزن. پلیس فکر میکنه کار حامد. این که بد نیست. گاهی به پشت سر نگاه کن، گم شدم اینجا، بازم به بیراه کشیدم راه دنیامو. هر بار سمت آدم ها دستامو وا کردم، این بار میگیرن به سمت قبله دستامو. گاهی به پشت سر نگاه کن، بغضمو بشکن. من دل بریدم از همه سمت تو رو کردم، از عمق جونم دستم و سمت تو میگیرم. دستامو محکم تر بگیر، من بی تو میمیرم. من فکر میکردم به من پشت کردی، اما تو از من به احساسات من نزدیکتر هستی. من بد شدم، چشمامو بستم رو تو، اما تو با خوبیات روی بدی ها چشماتو بستی. ای تو قرار بیقراری های احساسم، با تو چه ترسی از غم و دلشوره ها دارم. وقتی که دستامو به سمت قبله میگیرم، از تو نمیشه لحظه ای چشمامو بردارم.